با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، به پایان سال 2012 میلادی رسیدیم. با همه بد و خوبش پارین سال رفت و سال تازه آغاز می شود، سالی که برای ملت ما سال سرنوشت است. خیلی ها ممکن است بگویید 30 سال است هر سال گفته ای که امسال سال سرنوشت است. چنین است، اما سرنوشتی که ما می خواهیم برای خود رقم بزنیم معمولا به دست دیگران رقم زده می شود و دیرگاهی ما نشسته بودیم تا ببینیم برای ما چه رقم می زنند. هیچگاه به خود نیامدیم که حال زمان آن است که خود قلم به دست گیریم و سرنوشت خیش را مقرر کنیم. شاید رویدادهای سال گذشته در منطقه این را به ما آموخت که چرا باید ما در هر جنبش و حرکتی پیش رو باشیم اما در پایان صف نتیجه بگیریم. مگر انقلاب مشروطه در منطقه از ایران آغاز نشد؟ ترک ها البته حرکت هایی داشتند و تلاش هایی کرده بودند، اما این انقلاب مشروطه ما بود که با کمترین خونریزی ها به پیروزی رسید. برگردید و تاریخ را نگاه کنید. عبدالحمید نامی کشته می شود، علاءالدوله تاجر قندی را چوب می زند، ملت به پا می خیزد و انقلاب مشروطه بعد از گیر و دارهایی به پیروزی می رسد. محمد علی شاه می آید تا مانع از ادامه حیات مشروطه شود، اما او کسی است که در پایان دور از وطن در غربت می میرد و ننگی برای خود می خرد که تا ابد می ماند. مگر در نهضت نوین بازسازی وطن ما پیش رو نبودیم؟ درست است جنگ جهانی دوم آمد، ویرانی ها به بار آورد، اما ایران دوباره از دل خاکستر خیش به پا خواست. مگر ملی کردن صنعت نفت نخستین ملی کردن بزرگ در منطقه نبود؟ به قول آل احمد، فرشی را در آبادان مصدق تکان داد، گوشه آن در قاهره بود و عبدالناصر آمد و بعد کانال را ملی کرد و دیگران هم ملی کردند، منتها نگاهشان به ایران بود. مگر ما در دهه 60 میلادی مهمترین تحول اجتماعی را نداشتیم که حالا اسمش را بگذاریم انقلاب سفید یا بگذاریم یک خیزش اجتماعی بزرگ؟ ارتجاع در برابرش بلند شد. نیروهای ملی و آزادی خواه متاسفانه اغلب در دل با ارتجاع همدلی داشتند و البته حزب اعتراض نوین با آقای خمینی نرد عشق می باخت. حرکت ارتجاع شکست خورد، ایران رهایی و به سوی پیشرفت و توسعه رفتن را برگزید. با این همه استبداد بر این حرکت سایه انداخت و به سال 57 رسیدیم و باز مگر انقلاب از ایران آغاز نشد؟ اما نتیجه انقلاب برای ما مرگبار و نفرت برانگیز بود. بار دیگر جنبش دانشجویی ما در منطقه پیشرو شد، جنبش سرکوب شد اما آثارش به جا ماند، دیگران بهره گرفتند. جنبش سبز در سال 88 مگر نبود؟ یا 2009 میلادی؟ ما مگر پیش رو نبودیم؟ بهار آزادی مگر از ایران آغاز نشد؟ اما باز ما بازنده شدیم. میدانید چرا؟ مسئله را در خود جستجو کنیم، مشکل در خود ماست. این که این همه نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون که نام مخالف بر خود گذاشتند بعد از 33 سال هنوز نتوانستند زیر یک سقف گردایند
مشکل ماست، مشکل ما مردم است که انگار از تاریخ درس یاد نمیگیریم، خیز بر میداریم، به سوی آزادی پر میکشیم، اما فکر به قول خراسانی ها پلخمون ها یا تیرکمان هایی را نمی کنیم که همینطور سنگ می زنند. نگاه کنید به وضعیت رسانه ها ما. این همه رسانه در خارج کشور وجود دارد، تصویری، گویا، مکتوب. آیا می توانید دو رسانه را پیدا کنید که با هم همصدایی کنند؟ نه. نخست باید این نفاق را در دلهای خود ریشه کن کنیم، جهان را با نگاه سیاه نبینیم، شیشه کبود را از جلوی چشم برداریم تا لاجرم جهان کبودمان ننماید. همه من می دانیم درد ما چیست، همه ما می دانیم بدعت نامبارک ولایت فقیه، این که قدرت در دست یک فرد متمرکز باشد که بند نافش به امام زمان و آسمان وصل است، مصیبتی است که ما گرفتار آنیم. دعوایهای من را محدود می کنیم به احمدی نژاد و موسوی و خاتمی و رفسنجانی و فراموش می کنیم که اگر وطن ما به دردی مبتلاست، درد استبداد دینی است و این درد استبداد دینی یک مظهر دارد، سید علی خامنه‌ای پایین خیابانی. اوست که با استبداد رأی، با ضدیت با مصالح ملی ما را به اینجا کشانده است. آیا حداقل نمی توانیم گرد محوری جمع شویم و بپذیریم که ولایت فقیه باید از کشور ما رخت برکند؟ آنگاه می توانیم راجع به نظام آینده، شکل حکومت تصمیم بگیریم. آیا هنوز هم تردید داریم که حکومت دینی برای کشور ما سم قاتلی است؟ آیا هنوز نپذیرفته این که خط‌کشی بین هموطنانمان به خاطر دین و نژادشان سم مهلکی برای یک پارچگی و استقلال و آزادی ملت ایران است؟ اگر اینها را پذیرفته ایم، حداقل تلاش کنیم در سال تازه سرنوشتمان را خودمان رقم بزنیم. منتظر آقای اوباما، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، دولت مردان روسی و چینی نشویم. به خدایی. تا هفته آینده همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می سپارم و آرزوی سالی پربرکت و خوش و سالی برای سرفرازی ملت ایران و دوباره به پا خواستن ققنوس در دلم هست و آرزو می کنم شما را پیروز و سربلند